خب درود بر شما دوستان عزیز، پیاده روی بودم. گفتیم که حالا دیگه آخر پیاده روی مونه، ورزشمونو کردیم، همه کارامونو کردیم، ویدیو هم که دوستان منتشر کردن آماده کرده بودن در یوتیوب اومد و دیدم که بله اومد. الان دوستانو میانم بالا یه جا بشینم. در پیاده روی بودیم، گفتیم حالا دیگه بریم یه گوشه بشینیم، آسمان آفتابی و خوبه ونکوور. خب الان میارم اتون عزیز، یه لحظه برسم، الان میارم یه گوشه بشینم، جا پیدا کنم. آقا یه جا به من بدید یکی. خب دمتون گرم، دمتون گرم. ای بالا همه دوستان، کوچیک همه هستیم و دیگه کارامون هم داریم میکنیم. آقا اینجا هم که شلوغه. ای بابا بغل سطل آشغالی برای من جا هست، خیلی نامردیه. باشه فعلا اینجا میشینی، بغل سطل آشغالی یه جا هست میشینی به عشق شما. خب دمتون گرم. آه یه ذره چیز شد، یه ذره به قول معروف اومدیم تو سایه، خیلی افتاد. خب دم همگی گرم. آره یه کلیپ الان اومد بالا، خیلی جالبه. دیروز جشن تیرگان بودم، چقدر مردم با محبت اینا. فقط اون سه تا خانومی که مثلا منو دعوت کردن یه چایی با هم خوردیم اینا، این افراد ایران ستیز وطن فروش جرأت نکردن زمانی که من خودم هستم یا با دوستان دیگه هستم که مرد هستن اینا، اون موقع جرأت نکردن بیان جلو. ما که رفتیم گیر دادم به سه تا از این خانوما که تنها بودن. اینم بی شرافتی برانداز جماعته. بالا سرم هم استره، ولی توی استارباکس نشستم، ما بیرون استارباکس هم جان امید. استارباکس اون توه، بیرون استارباکس نشستم. این میده دیگه ملکه استره که میگن خشایارشا یه شب باش خوابیده اینا و دوستان یهودی خیلی افتخار میکنن یکی از خانوماشون. جبه بوشه جنت صهیونیستی افتخار میکنن که یکی از خانوماشون یه شب مثلا وسیله چیز بوده، سرگرمی پادشاه ایران خشایارشا بوده. خب بگذاریم، جریان نایاک چیه؟ نایاک در اساس یک جریانیست برای نفوذ در داخل کشور که میخواد پیروزی بدون جنگ. و خیلی ها فکر میکنن نایاک با جمهوری اسلامی کار میکنه، حتی کار میکنه ولی نه با همه بخش جمهوری اسلامی، با اون بخشی که میخوان پیروزی بدون جنگ و برای آمریکایی‌ها بیارن، پیروزی بدون جنگ ریچارد نیکسونی که در کتابش من مهندسی کرد و گفت نیازی نیست آمریکا بجنگه، فقط ما باید بریم بگیم. به به پژمان عزیز درود بر شما. خب دوستان کیا میخوان بیان بالا در خدمتم؟ عزیزانی که میخوان بیان بالا بفرمایین که ما بیاریم بالا. دمتون گرم. دوستانی که میخوان بیان بالا فدای شما بشم، زنده باشید. دوستانی که میخوان بیان در خدمتم. تریتا پارسی باشه طرف تحریم ایران بود. ببین ظاهرن که نه، به شدت اصلا تحریم ایران طرفدار نیست، طرفدار تحریم چیزه هوشمندانه مثلا علی مقامات رژیمه، که اینم حرفای مفتیه که میزنن دیگه، کلا جریان نفوذه. خب من آقای مهدی سال ملکه استر بالا سرمون باید چی باید باشه؟ آخه عد ما یه جا نشستیم اینم بالا سرمونه. خب سلام پسر، خوبی؟ درود بر شما جانم. سلام باشی اون جان، درود بر خودت. خوبی داداش؟ قربونت برم، زنده باشید، فدای شما جونم. این مشکلت حل شد با او بنده خدا یا نه؟ آه من اون قضیه که اصلا دیگه کامل حل شد، 100% حل شده. الان تو مرحله انتقام گیری ازش هستم، یعنی یه پاتکی زده بود به من اصلا وحشتناک و اونو ما پیروز شدیم کامل 100%. اتفاقا فردا باید برم پول وکیلم رو حساب کنم، یه نزدیک 10 میلیون تومن رو دست من گذاشت، چون 10 میلیون تومن پول وکیل دادم. ولی الان تو مرحله دوم میخوایم انتقام بگیریم ازش. مشکل من 100% حل شده. حالا منم برای که پیغام دارم بگم آخه پیزوری حتما از طرف من بهش بگو پیزوری پاشو بیا ایران، اونجا ببینیم چند چندی نشستی اونجا پاشو زیادی میکنی، پاشو بیا اینجا کل دادگاه هم با تو، من تنها. آخه شما یکی به هر به یکی نمیرسه، باید بری برای عیال یک نفر یا خود طرف تو کارش مشکل ایجاد کنی. آخه شغال اینا بی‌شرافتن، اینا بی‌شرافتن. میدونی مثلا دیروز من کلی ایرانی بودن، با همه گفتیم خندیدیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. اومدم خونه، من فقط دیروز تنها یه گروه بودن که فقط خانوم بودن، یعنی هر کی بود یا زن و شوهر بودن یا مرد بودن، و این حرومزاده ها مثلا اومده بودن گیر داده بودن به این سه تا خانوم.
اصلا ببین چقدر اینا آدمایی و اینا میخوان حکومت برانداز کنن. آخه بابا تو باید یه ذره شرافت داشته باشی برانداز کنی. تو من اونجا هم جرات نداری بیای جلو من. هی منو داری نگاه میکنی جرات نداری بیای. حوصله شغال که نداریم که اصلا بالفرض مثلا این حکومت بره اینا جایی ندارن. طرف 30 سال برر غلط بازی کرده برای ما تنگ تکلیف کنه. نه طرف برگشته میگه جلو چشم من به کلی زن تجاوز کردن. خاک بر سرت که بسه وایستادی سالم اومدی بیرون. خاک بر سرت بس. اگه جلو چشم یه زن تجاوز کنن آدم باید بره هر طور شده ببخشید درگیر شه، حتی اگر زندانیه. پس اگه به زن تجاوز کنن چطور به تو تجاوز؟ تو هم جوون بودی دیگه، اتا هم به تو هم تجاوز کردن دیگه، داری در میزنی. نه اینا آدم اصلا این شاید خودش ستا بوده قربونت برم. این خودش با همون ستا بوده. ما که اون موقع نبودیم، ولی چیزی که الان داریم میبینیم تو اومدی الان به ستا خانم داری به حریم ستا خانم تجاوز میکنی. الان شده. اینا تو غرب، یعنی خیلی جالبه، تو غرب هم اینا قانونمند نیستن. اصلا جمهوری گور پدر جمهوری اسلامی، شماها که ادعاتون میشه تو غرب چرا قوانین رو رعایت نمیکنید؟ مگه نمیگی دموکراسی هر کی حرفشو بزنه؟ پس چرا میخواد صدای منو خفه کنی؟ تموم شد رفت. آقا فقط خواستم بهت یه خدا قوت بگم، خسته نباشید. لطفا خانم گرامی تا سلام برسون. امیدوارم که کار این مرتی که شغال رو شما اثری نداشته باشه. نه نه یعنی اثر مثبت داشته باشه. نه قوی تر شدیم، باور کن خیلی قوی تر شدیم. زنده باشید. زنده باشید آقا، قربونت برم. خسته نباشید. نه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنم ما داریم هر روز قوی میشیم. یعنی مانند شیشه ما هی پرت میکنن میشکنن، ولی ما هی داریم تیستر میشیم. مثلا یک سری قوانین رو ما نمیدونستیم، این اتفاقاتی که افتاد وکیل گرفتیم اینا. الان هم یه عزیزی در شهر لیل داره کار دادگاه رو ردیف میکنه که ما بتونیم طرف رو به دادگاه بکشیم و در حوزه حقوقی داریم عمل میکنیم. هی داریم از قوانین هی بلا سر من میارن. ما هی قوانین غرب هم بیشتر آگاه میشیم، هم مسئله حقوقی بیشتر، چون اینا فقط درگیری با من دارن و من با خیلی ها درگیری دارم. بنابراین اونا فقط تجربه درگیریشون با منه، ولی من تجربه درگیری با ده ها تن مثل اینا هست. بنابراین من دارم قوی تر میشم دیگه. نه در حال دوستان دیگر رو بیانیم بالا. دوستان دیگه، آقای علی بفرمایید. آقای علی بفرمایید بالا. درود بر شما، زنده باشید. درود بر شما، زنده باشید. خوب هستی؟ قربونت برم، صدا فلکتون برمیگرده خیلی کوتاه بگی من قطعتون کنم. آه هیچی، خوشحالم از که با تو هم صحبت میشم. من اصفهانم، هوا هم خیلی گرمه، خلاصه گرما داریم میپزیم و من خیلی برنامه‌تون راضی کننده است، خیلی خوبه. هیچی، خوشحال شدم از که صداتون رو میشنوم. قربونتون برم، قربونتون برم، زنده باشی، زنده باشی. یه درخواست داشتم، من رشتم در حوزه اقتصاده، اگه خواستید مثل آقای آذرمه درجه دار میتونم برنامه بسازم کمک کنم. حتما 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 حتما. توی تلگرام بهم پیام بدید. چیه؟ تلگرامتون رو ندارم الان، بهتون میگم، قطع میکنم میگم، قطع میکنم میگم. باش، قربونت. تلگرام من اد امید دانا، امید دانا 84. خب دوستان دیگه، سعید رضایی، دونه دونه دارم میارم دوستان. دمتون گرم، میایید بالا یه 3-4 دقیقه صحبت کنید که دوستان دیگه بیان. حالا من یکی یه صحبتی باشه که دیگه پا بده بریم جلو. امید جون سلام، درود بر شما، قربونتون برم. خوب هستی؟ قربونت برم. من همون چیزی که شنیدم وقتی در مورد تکس باهات صحبت کردم، کلی در مورد تکس منم شنیدم. آره یادت، در مورد تکس امریکا با هم صحبت کردیم. آها آها، گفتی که چیزه چهرهتون اون دفعه نشون نداده بودید. آره چهرهم اون دفعه نشون ندادم چون تو آفیس نشسته بودم، الان تایم استراحتمه، اومدم بیرون دیدم لایف دادی، اومدم بالا. آره زن به خدمتت، کلی پشت و وضعیت کردی، نمیخوام وقت بقیه رو بگیرم، کلی پشت و وضعیت کردی، کلی صحبت کردیم، یه سری کلیپ دادم بچه‌هاتون. حرف درست خوشو فضیعت میاره دیگه، اشکال نداره، حرف درست بگن دلشون خنک شه، هرس جوششون رو بخورن. ولی مثلا من میام تو جمع ایرانی اینو جشن، من مثلا اینو جشن تلگرام بودم. ببین من دیروز تو جشن تیرگان نشسته بودم. خب ببین خیلی عموم مردم میمونن محبت، خب معلوم بود یه سریام خوششون نمیاد، ولی همون بعد بمونن هرس بخورن. یعنی اگر اون محدوده بخوان جسارت کنن جلوتر بیان، خب میزنیم تو سرشون و منم بعد میزنم تو سرشون. یعنی اینا فکر میکنن دوره جاهلیت اینا، نه مرد. ولی بذار اینقدر فوش بده تا جایی که فوش میدن اوکیه. اگر از فوش دادن، ببین این یه نفری که منو خیلی اذیت کرد تا این حالا جالبه، من خیلی دشمن دارم، همه هم فوشم میدن،
این یه موردی که تونست منو اذیت کنه و واقعا تمرکز منو دو هفته به هم ریخت. به مرگ مادرم یه بار فوشم نداده، حتی یه فوش به من نداده، یه بی‌ادبی به من نکرده، یه بارم تهدیدم نکرده، ولی یه حرکتی کرد که واقعا اذیتم کرد که من مجبور شدم براش وکیل بگیرم 10 میلیون تومن تا اینجا خرج کنم. ولی اینایی که تو ای بابا این ما شانس نمونده نگاه کن، ماشین اومد جلوی ما وایساد دیگه. ولی اونایی که فوش میدن تا جایی که فوش میدن اوکین، یعنی بذار فوش بدن. این اونایی که فوش نمیدن بعد ترسید. ببین پریشب من شنبه شب بود، جمعه شب بود، توی پس پریشب میشه یه رستوران ایرانی هست اینجا واسه سفیر نشستم، اونجا نشستم غذامو بخورم، من سیگار میکشم، اومدم بیرون نشستم یه سیگار بکشم توی رستوران که ممنوعه، اومدم بیرون نشستم یه سیگار بکشم، دیدم چند تا آقای جوون جوون و سن و سالدار اینا، یه آقای 65 ساله توشون بود، یادم 70 ساله توشون بود، سنین مختلف توشون بودن. یکشون برگشت گفتش که آره لعنت بر این آخونده و فلان و از این صحبت ها، آوارمون کردم فلانمون کردم. تا اینجاش من گفتم به من نه، من آخوندم نه جد آبادم چون آخوند به من چه ربطی داره، بذار به هرکی پشت میده هرکی میخواد جوابش بده. مثلا گروه بابای آخوندم آره آبارمون کردم 40 ساله تو این مملکت شدیم کش آره گفتم که گفتیم کشیره یه چیز کشیره یه لکورستور دیگه. اینجا من یه ذره رفتم تو بحث اینا برگشتم بهش گفتم بخری شما گروه پدر آخوند باشه اصلا حرفی ندارم، ولی قربونت توی که نتونستی توی 40 سال 65 سالش بود، یعنی تو سن 20-25 سالگی اومده امریکا، گفتم توی که تو 40 سال نتونستی هیچ غلطی تو اینجا بکنی، نتونستی یه کار ثابت پیدا کنی، یه شغل درست درمون پیدا کنی، باز بابت قضی 12 دلار هنوز داری کشیری میکنی، آقا به آخون چه رفتی داره تو بیورزه ای؟ دقیقا بیورزگی تو رو تاوانش اون بده. اصلا بابا گوره بابا اصلا گوره پدرت جون همه اینا. ببین اینا آخه فقط میگن مثل سال 57 فقط شاه بره، الان اینا فقط میگن خامنه ای بره. خب آقا جان اون واقع شانس آوردی ایران تابوت نشد. خودشون هیچ ببین نه برنامه دارن نه برنامه دارن نه وقتی باشون صحبت میکنن. آخه دیروز یه نفر بنده خدای اومد خیلی محترمانه چیز کرد، مخالفت کرد و اینا بحث کرد، یه پیرمرد ببین 80 ساله بود با من داشت بحث میکرد. بعد برمیگشت گفتم آقا آخرش یعنی چه الان کی بیاد اینا؟ گفت مردم انتخاب کنن. ببین یعنی استاد به چرت و پرت بگی. گفتم آقا مردم الان من و شما و این مردمی که اینجا به خدا توی خانواده چهار تنه ما هم نظر نیستیم با هم، یعنی چی این که وقتی میگه مردم بگن یعنی دارم مزخرف میگم دیگه، یعنی هیچ برنامه‌ای من اگه قرار مردم بگم پس شماها خفه شید، اگه قرار مردم خفه شید دیگه، اگه نه شما خودتون صاحب نظر میدونید برنامه ارائه بدید. برنامه ندارن همش تلت داده لس آنجلس میگن ما این حکومت رو برانداز کنیم هر چی مردم بگن. آقای رضا پهلوی میگه این حکومت بره، بعد از اینکه این حکومت را مردم هر چی بگن. خب آقای الاغ اگه قرار مردم بگن ببخشید بی ادب شدم. خب آقای رضا پهلوی تو چی کاره هستی؟ تو باید برنامه بدی که او خمینیش با همه خمینی بودن و با همه ارتجاعی بودنش اومد یه برنامه ای داد. آقا من میخوام حکومت اسلامی پیاده کنم. درست یا غلط برنامه داشت. اینا برنامه ندارن. مردم انتخاب کنن. اصلا بابا هیچ کدومشون کوچیکترین سلامو داری؟ بله برگشت. آره میگم دوتاشون با هم به قول خودت میگی همیشه دوتاشون با هم حس تشکیل میدن، ستاشون تحریم متفرق میشن. بابا اینا اصلا با هم نمیتونن کنار بیان. اینا بخوان خدای نکرده یه روزی تو اون مملکت دولت تشکیل بدن ها، هفته سه روز باید فقط جنگ کنیم این دولت ها رو جمع و جورش کنیم. مردم یه دولت بیان مخالف... با هم مخالف... مخالفین این حکومت انقدر بی جنبن، دو نفر میشن حفظ میزنن و انقدر جوگیرن، حقیقاً دو تا میشن حفظ میزنن، سه تا میشن اینا انشاب میکنن. و اینا آخه چجوری واقعا بابا میبینمشون دیگه. ببین هیچی ندارن، اگه چیزی داشتن برای ارائه اوکی بود. اینا فقط خودشون رو توی نفی کردن حکومت فعلی تعریف میکنن. خب اینکه خودشون چی هستن مخالفت آره اینکه خودشون چی تو هم مخالفت هم حرف مزخرف میزنن ها، ولی این که خودشون چی هستن ببین هیچ چی ندارن. واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، چیزی برای ارائه ندارن. متاسفانه مردم هم دارن از اینا جذب میگیرن، مردم از اینا دارن باید دارن حرف شنوی بیخود میکنن. یه سریاشون به قولی برای مثال بهت میگم، من با دوستای نزدیک خودم تو ایران دارم در مثلا حرفای اون یارو چیه پسر زمو پسر حرفای اینا برام تکرار میکنه. آره پس حرفای اینو برای من تکرار میکنم، میگم بابا یارو دیگه باید یه جوری مفتزه شما بفهمید یارو هیچی تو چنته نداره.
دیگه ببخشید خیلی حالا ببخشید یه اوم دهن حالا خیلی جالبه این دوستا تو بگه شما مخالفی آخونده یه اوم این آخونده پدرمون دارن حالا بچه آخونده پدر بعد تو طولشون حال کنه خیلی آخر دیگه جالبم بود اینا که حمله کردن به این خانوما دو خانومای خودشون حجاب داشتن بعد ما دختره اومده با روسری از من داره عکس میگیره موضوع جمهوری اسلامی چند وقت پیش حالا دیگه اون عمومیش نکردن گفتم روسری تو ونکوور تو روسری انداختی خانم من که بی حجابه ببین نمیفهمن چی میگن عقب افتاده ذهنی هست آقا در شما کجای آمریکایید من تو لس آنجلس هم آقا به به خود لس آنجلس تو لس آنجلس هم من اصلا با یه آدم ببین تو باید یا سفر بیا اینجا میام حتما میام اتا برای زندگی شهر اومدم لس آنجلس میام اونجا لس آنجلس حرفشون بدم آیدی منو داشته باش به محض این که رسیدی من یه خونه دو خوابه دارم اینجا خب تنها هم زندگی میکنم هر لحظه که رسیدی بدون هیچ تعارفی بدیدم من اتاق خواب کوچیکر برمیدم تا وقت خونت رو بگیری جاگیر پاگیشی قدمت رو جفت چشای منه بدون هیچ تعارفی بدیدم یه سر بیام لس آنجلس آره یه سر بیام اینا رو ببین من اینا رو میشناسم جک و جونه برای اینجا رو یه شنبه شب ببرم تو این رستوران ایرانی آدمایی رو میبینی یه عمر فعالیت سیاسی ببین یه عمر فعالیت سیاسی داشتن خب بعد ببین اصلا نما سوژن ببین یکیشون رو جلو چش خودم سوژن سوژن ببین یکیشون رو جلو چش خودم یارو از رستوران انداخت بیرون از رستوران اینو گفت مردی که اینجا زن و بچه من خانواده اومده تو اومدی اینجا ببخشید فلان بازی ما نداریم این آقا جون برو تو خونت دنبالش بگرد نه واقعا سوژن واقعا اتحال شما لاسنجلس بلا نسبت شما واقعا این اپوزیسیون کلاسیک اونجا من احساس میکنم مثلا از دنیای واقعی منو در میاره وقتی با اینا نگاه میکنم یا حرف میزنم احساس میکنم رفتم توی انیمیشن یا کارتون تام و جری احساس میکنم دنیا کارتون اصلا. شده اصلا بابا یه مش به خدا قسم اینا تو 40 سال پیش موندن هنوز نمیدونن با شرایط زندگی ایران طرف نیستن با مردم طرف نیستن من مطمئنم چی بهت بگم هزار نفر جمعا تو ایران تلویزیونی رو تماشا نمیکنن یه مش پیر و پاتاله همینجا تماشاشون میکنن بله نه توهان میدونی اینا کجا به هم میزنن اینا اونجایی به هم میزنن که تو فضای مجازی خب برای خودشون یه حباب درست میکنن مثلا من دیروز دیدم دیگه مثلا من رفتم تو یه جمعیتی که 2-3 هزار تا ایرانی بود بعد اینا تو فضای مجازی برای خودشون یه حباب درست کردن تو دنیای واقعی گرفتن آقا همه میام سمت آدم بگو بخا همه هماندیشن با ما اکثریتیم متأ اکثریت میدونی خاموشی که تو خارج انقدر اینا هوچیگری میکنن صداشون تو مجازی بیشتره بعد یه دفعه مثلا اینا شوکه میشن اصلا ای آقا این همه اینا همه این هم دارن فکر میکنن اینا امیدوارا فکر میکنن اینا ببین دیگه دیوونه میشن نه که اینا مثلا شما تو همون لس آنجلس الان همه فکر میکنن لس آنجلس فقط تلویزیونای لس آنجلسی آقای همایون و تلویزیون پارس و ایناست در حالی که اصلا تو لس آنجلس همچین چیزی نیست اون نفر هواداران فلسطین حضرات تظاهرات ضد اسرائیلی تو لس آنجلس 2 سال پیش مثلا برگزار شد دیدیم یه جمعیت چند هزار نفر اومدن خودم دیدم اون جریان خب شما دوست دارید سرد شدید من دوستان برگشتید آره همون جریانی که داری میگی تظاهرات رو فیلم گرفتم فرستادم واسه داداشم گفتم با خنده و مسخره بازی گفتم اینجا هم روز قدس برگزار کردن جمعیت هم زیاد اومده بود آره جمعیت حداقل از جمعیت میتونم بگم 20 برابر اصلا قابل مقایسه نبوده چون اپوزیسیون که تظاهرات میذاره 10-15 نفر جمع میشن اینا نزدیک چند هزار نفر بودن اصلا راهپیمایی کردن جلوی فدرال بیلدینگ روز تولد یعنی روز تولد خانم هایده بود پسرش یه برنامه گذاشته بود اینجا مادر پدر منم اینجا اصرار کردم ما رو برده ببر رفتم دیدم جلو فدرال بیلدینگ رد شدم اینجا تو که اون ویلچری ساختمونی داریم اسم فدرال بیلدینگ ببین کلا به جرئت بهت میگم شاید 20 نفر آدم نبود عکس گرفتم میفرستم برات عکس رو 20 نفر آدم نبود یه مش آدمی که بابا با واکر اومده بودن بنده خدا داغونن ببین اینا نمیخوان آخه درست چم بعد به هم دیگه اعتماد نداشتن موقع جمع دقیقاً. کردن موقع جمع کردن میترسیدن وسایل هم دیگه رو بدزدن اینش قشنگیه میدونم کارتونن و مردم ذهنیتشون هم به لس آنجلس این تلویزیوناست در حالی که واقعا اینا یه تعداد فقط حجم پرسر و صدان یه تعداد کم حجم پرسر و صدان ولی اصلا وقتی شما تو جامعه دارید من تو قبل دارم زمین من 3 تا کشور همینجوری رفتم توی اروپا همه کشورها رفتم
ببین متن جامعه اینا یه مش عقب افتاده به تعداد کم و در یک حباب زندگی میکنه. به خدا تو یه حباب زنده. ما ها چیکار میکنیم؟ ما این حبابشون رو میتره کنیم. یه نفر قاطی میکنه، حمله میکنن. آره آره. ببین من واسه تلویزیون جمع. یه جمله دیگه آخرش یه دقیقه وقت بده. نه بگو برای تلویزیون آمریکایی خب برای 300 400 کانالی که دارم ماهی 128 دلار پول میدم. خب ماهی 128 دلار فقط واسه تلویزیون پول میدم. خب بعد ببین یه چیز اولش 300 400 تا کانال فارسی زبان تو دنیا پخش میشه، یه دونش پولی نیست. اینا بود جاشون از کجا میاد؟ چرا باید اینا رشد بکنن؟ کی نیاز دقیقا به این کانالا داره؟ اصلا این تلویزیون لس آنجلسی خیلی داغونه، ولی حالا اون چیزشو رو نمیگم آقا، ولی چجوری میرن رو ماهواره رو هاتبرد اینا خیلی هزینه داره، چجوری در میارن؟ بابا بودجه دولتی نیاز داره تا بتونیم بودجه تلویزیون رو هزینه کنین. تلویزیون رایگان 7000 دلار چیز ماهواره شه، یعنی شما از 7000 من چون رفتم دنبالش بگیرم، من می‌خواستم یه دونه تلویزیون راه بندازم با دوستانمون، بعد دیدم اینقدر هزینه سنگینه اصلا شوخی بردار نیست به مردم بگی آقا من مثلا خودش من الان بیشتر از این تلویزیون لس آنجلس مردم کمکم می‌کنم، ولی دیدم که ببخشید 100 برابر از این چیزی که الان کمکم می‌کنن کمک کنم باز نمی‌رسه که با فقط هزینه استادیوم و هزینه فقط اونی که میره تو ار اینا از کجا میارن من نمیدونم. آقای همایون الان 15 تا میگه ما نداریم مردم بدن، از کجا میاری؟ ایران اینترنشنال امسال ایران اینترنشنال از کجا داره دیگه؟ رسما مشخص شد از کجا بودجهشون داره میاد دیگه. منو تو از کجا داره بودجه میاره بابا برگشت همه کجا دارن بودجه میارن؟ اینترنشنال به فردوسی پور اینترنشنال به فردوسی پور پیشنهاد داده بیا اینجا مجریشو بهت 20000 پوند در ماه میدیم. 20000 پوند خیلیه، 20000 پوند بابا دکترش در نمیاره. به فردوسی پور پیشنهاد داده بودم، میگم دکترش در نمیاره بابا. نه نه, نه اصلا دکتر ببخشید، دکتر خیلی در بیاره 10000 پوند دیگه، خیلی ببخشید دیگه شغل لاکچری جنگ مگه؟ نه اینا چی دارن اینا مسائل دیگه برای خیلی روشن شده، اونایی هم که براشون روشن نشده دیگه ببین تو حباب دارن زندگی میکنن. منم میگم زندگی کنن فقط مزاحم ما نشن، تو حباب خودشون باشن حال کنن. آقا باز مزاحم آقا دست در نکنه، زنده باشه. خیلی خوشحال شدم، همچنین خوشحال شدم. مرسی. خب دوستان من این لایو رو میبندم، دوباره برمیگردم. این سیو 2 دقیقه 30 ثانیه دیگه برگشتم. 30 ثانیه.